سلام، روز یا شب یا هر موقع دیگه ای از شبانه روزتون بخیر، یا تو زمان بیکران اگر قرار دارید زمان بیکرانتون بخیر. امروز فکر میکنم دوشنبه 28 سپتامبر 2015، فکر میکنم 6 مهر، 7 مهر، 5 مهر تو این ماه ها باشه، نمیدونم، همون هفته اول مهر ماه. ویدیو ششم از سری وای پروگرام و سری اسمبلی لنگویجمون رو دارید میبینید احتمالا، یا میشنوید، یا اینکه صداشو قطع کردید فقط دارید میبینید. به هر حال ادامه پارسینگ و کد جنریشن و این کار رو میخوام انجام بدم. فقط یک کمی میخوام در مورد آب کدامون، در مورد مپینگ بین نمونیک اینستراکشن همون، بین اسم اینستراکشن همون با آب کدا و بایت ها و بیت هایی که اون اینستراکشن رو توی مشین کدمون نشون میده، یکم در این مورد صحبت کنم. اخیراً توی همین چند دقیقه پیش به ذهن من رسید که یه اشتباه خیلی بزرگ من تو دیزاین اسمبلیم کردم، اونم اینجور استفاده از الوک و فریه. اینجوری که من از الوک و فری استفاده کردم، بذار اینجوری الوک آی و فری، حالا فری شو کسی اینجا نمیشتم، توی سمپل، آره این الوک و این فری، اینا رو مثل اینستراکشن من نوشتم و انتظار داشتم که اینستراکشن باشه، با توجه به اینکه اینستراکشن هایی باشن که ران تایم اجرا میشن، من اینا رو نوشتم. این کار دو تا بدی داره. یکی اینکه اینا واقعا لازم ندارن اینستراکشن هایی باشن که ران تایم اجرا میشن. من میتونم در واقع اسمبلر من میتونه این متغیر رو الوکیت کنه، حالا با توجه به چیزی که بعدی که میخوام، نکته بعدی که میخوام بگم، مثلا من وقتی یه همچین دستورالعملی رو میبینم، بذاریم بهش بگیم دایرکتیو به جای اینکه بهش بگیم اینستراکشن. اینستراکشن رو فرض میکنیم برای سی پی یو داریم میدیم، دایرکتیو برای اسمبلر، به اسمبلر میگه یه کاری انجام بده. اونایی که با اسمبلی های قدیمی x86 مثلا آشنان، مثلا دات مدل، مثلا یادتونه، نمیدونم یادتونه این دات مدل، اگه تو MSM و TSM و اینا یادتون باشه دات مدل داشتیم که بهش میگفتیم اینستراکشن ستمون چیه. مثلا اینا دایرکتیو هایی هستند که در واقع به اسمبلر داریم، با اسمبلر داریم حرف میزنیم، مثل پراگما مثلا، یا مثل پری پروسسور دایرکتیو هایی که تو سی داریم. به هر حال یه جوری یه چنل دیگه ای انگار از برنامه‌مون خارجه، لای برنامه‌مون می‌نویسیمش ولی داریم با یکی دیگه صحبت می‌کنیم. out of band data است که جورایی out of band instructionه، به هر حال استیتمنت. خلاصه من اینا رو باید تبدیل کنم به دایرکتیوایی که به اسمبلر میدم. اسمبلر کاری که باید بکنه، مثلا الوک آی رو که میبینه، مثلا فرض کنید به جای الوک آی اسمشو بذارم دلار گلوبال اینت مثلا، یا گلوبال آی، و دقیقاً همین رو بنویسم n a b i مثلا، یه همچین چیزی بنویسم. فرض کنم من میخوام همه دایرکتیوامو با همه دایرکتیوامو با دلار شروع کنم. گلوبالم که یعنی متغیر گلوباله، چون در آینده شاید بخوام متغیر لوکالم بهش اضافه کنم. اسمبلر هم وقتی اینا رو میبینه، میبینه که من 4 تا متغیر اینتجر میخوام، میگه خیلی خوب باشه. سی پی یو من فرض کنید که اون زیر با اسم این متغیر کاری نداره، که خیلی منطقیه، چون اسم این متغیر استرینگ کنده بی خوده، به درد نمیخوره. ما که لیت بایندینگ لازم نداریم برای اسمبلیمون، مثل چه من پایتون که نیستیم ما، یا لوا یا جاوا اسکریپت، این چیزا که نیستیم، و یا عالم زبون دیگه که وجود داره که داک تایپینگ مثلا داشته باشیم مثل پایتون. برای همین اسممون رو میتونیم همینجا موقع اسمبل کردن تبدیل کنیم به یه چیزای سریعتری. مثلا من اینو تبدیل کنم به ایندکس، مثلا بگم یه اینتجر، فرض کنم یه عالم اینتجر دارم، بگم صفرومیش n، به جای n صفرومی رو قرار میدم، از صفرومی استفاده میکنم، به جای a از یکمی استفاده میکنم، به جای b از دومی، به جای i ام از سومی. و وقتی که مثلا pop i n رو میبینم، یعنی به اینستراکشنی که برای سی پی یو تولید میکنم، این خواهد بود که یک اینتجر از روی استک، از روی دیتا استک پاپ کن و بذار توی عدد اینتجر صفرومی از بین عددهای اینتجرت، تو حافظه اینتجرات بذار خونه صفرومش. سی پی یو من عملا اینجوریه دیگه، حافظه‌های جداگانه برای متغیرهای اینتجرش، برای متغیرهای بولش، برای آرایه‌ای از اینتجر، حافظه‌های جداگانه داره برای اینا که با شماره مشخص میشن، 0 1 2 3، عملا آدرس خیلی نیستن برخلاف سی پی آی عادی که باشون سر کار داریم. خلاصه وقتی هم که فری میکنم،
اون علامت میزنه که این شماره 4 دیگه کسی کاریش نداره، شماره 3 کسی کاریش نداره، شماره 2 رو کسی کاری نداره، و اگه بعدش استفاده کنم توی اسمبلر، خود اسمبلر میتونه خطای کامپایل تایم به من بده که بگه اینا رو دیگه لازمشون نداری، مثلا به جای فری آی از دالر آن گلوبال آی استفاده کنم. خیلی کمی میشه دیگه، چیکار کنم؟ اوکی آن گلوبال، گلوبالش کن و آن گلوبالش کن مثلا. اسم بدی نیست واقعا آن گلوبال آی، ولی خب خوب خونده نمیشه، خیلی آن گلوبالی خونده میشه. خلاصه کاری که من بدو کنم اینه. و یه نکته دیگه که بعد بدی دومی که پس بدی اولی که اینجوری استفاده از الوک آی و فری به اون شکلی که اول نوشته بودم به عنوان اینستراکشن های سی پیو مجازیم داره اینه که کند میکنه کار منو. من مجبورم ران تایم من با اسما سر کار داشته باشم، حالا یه جورایی با اسماش سر کار داشته باشم، مجبورم یه چیزایی رو که باید از زمان اسمبل کردم و زمان لینک کردم و زمان کامپایل بتونم چک کنم نتونم اون موقع چک کنم و مجبورشم ران تایم چکشون رو انجام بدم. و یه مسئله دیگه هم بحث اسکوپه. اگه من فری آی رو بیارم اینجا و داخل لوپ بنویسمش چی میشه؟ اگه من اینو داخل لوپ بنویسم چه اتفاقی میفته؟ اینستراکشن سی پی یو وقتی هست یعنی که من باید مموری منیجمنت هم سی پی یو انجام بده، که من نمیخوام این اتفاق بیفته، من میخوام سی پی یو از این مشکلات آزاد باشه. من میخوام اگه من خب مموری منیجمنت هم بذارم به عهده سی پی یو، سی پی یو بلد باشه مموری منیجمنت انجام بده، خب خیلی قدرت سی پی یو میره بالا، ولی واقعا لازم نیست همچین کاری بکنم. همونطوری که زبانی مثل سی نشون میده، سی پی یو در واقع اینستراکشن ست آرکیتکچری که سی فرض میکنه اون زیر وجود داره، اینستراکشن ست آرکیتکچر خیلی سطح بالاییه که سی فرضش میکنه دیگه که هست، و تو اون مموری منیجمنت نیست، خود سی مموری منیجمنت رو انجام میده تقریبا. پس میدونیم که میشه مموری منیجمنت رو روی این اسمبلی سوار کرد، حتی اگه خود اسمبلیمون مموری منیجمنت بلد نیست، فقط حافظه میتونه الوکیت کنه و دی الوکیت کنه، یعنی متغیر میتونه الوکیت کنه و دی الوکیت کنه، یا آرایه بتونه الوکیت کنه و دی الوکیت کنه. یه آرایه اگه بتونه این کارو بکنه کافیه بتونه یه آرایه از بایت ها الوکیت و دی الوکیت کنه این ماشین ما، اون وقت همه مموری منیجمنت سی روش سوار میشه، چون عملا مدل سی از حافظه یه آرایه بایتی خیلی بزرگه، این مدل سی از حافظه است تقریبا، داستان دیگه هم داره ولی به هر حال. خیلی خب، پس این هم مشکل دوم که من اگر اینا رو بیارم داخل لوپ بنویسم الوک و فری و اینا رو چه اتفاقی میفته، بیام رو شرط توی از یه مسیری برم که مثلا آی الوکیت نشه یا ان آزاد بشه، اگه از این ور بیام از اون ور بیام، یعنی توی تصمیمایی قرار میگیرم که کامپایل تایم نمیتونم این تصمیم رو بگیرم و بعد بذارم به خاطر ران تایم و باعث میشه که ران تایمم کند بشه، من نمیخوام ران تایمم کند بشه، هم کند میشه هم سخت میشه و این کارو نمیخوام به خاطر ران تایم بذارم، هرچند به ران تایمم قدرت میده ولی من نمیخوام ران تایمم جاوا باشه، میخوام ران تایمم اسمبلی باشه. واقعا جاوا که میگم منظورم زبون جاوا، نه مثلا JVM instruct بایت کد JVM منظورم نیست، منظورم واقعا زبون جاوا. خب نمیخوام نگران گاربیج و از این چیزا باشم تو زبانم، نگران مموری منیجمنت تو سی پی یو باشم. خیلی خب فعلا من اینا رو کامنت میکنم موقتا به خاطر این آن گلوبال. گلاب آخه یه معنی دیگه داره، وگرنه به صورت میذاشتم گلاب. گلاب دیگه گذاشتم گلاب دیگه. خب یه متغیر گلوبال تعریف میکنه از نوع اینتجر، اینم بذار کامنت کنم و اینم که کامنت کردم همچنان، حالا فقط برای تست همچنان باید اجرا بشه، همون 25 رو بهم بده اگر YL رو اجرا کنم 25. اوکی ایرورم صفر. اگر من اینا رو از کامنت در بیارم، چرا این فکر کرد که اینا یه بلاکن، من از کامنت در بیارم و دوباره اجراش کنم به هم ایرور میده، ایرور خط 28 دوتا ایرور داده، illegal characters in input، دالره illegal character دیگه، این ایرور لکسرمه و پارسرم هم ایرور میده که دالر انگلوب آی اصلا نمیدونم چی، end of line انتظار داشته ببینه ولی اینو دیده.
چون نه کامنتیش بوده، نه لیبلی بوده، نه اینستراکشنی بوده، نه کامنتی بوده، انتظارش تو برد سر خط دیگه و به جاش اینو دیده. خیلی خوب، حالا این مسئله رو بعدن من برمیگردم و حلش میکنم. فعلا کاری به اینان فعل، یعنی موقتا، خیلی موقتا میذارم کنار این مسئله مموری الوکیشن و متغیر اساین کردن و اینا رو. ولی یادتون باشه که هدفمون اینه که من اینا رو اسکوپشون رو بهش میگن لکسیکال اسکوپینگ فکر میکنم، وقتی که من اینجوری به این ترتیب که مینویسم. شاید هم لکسیکال اسکوپینگ نمیگن، باید یه تحقیقی شاید میکردم بد نبود. نشون میده که خیلی من آمادم واسه این ویدیو، خیلی زمان میذارم و آمادگی کسب میکنم قبلش. ولی خب من متغیرامو میخوام همینجا تعریف کنم و فیزیکی، یعنی اینا جزء فلو برنامه نیستن. یعنی اگه لوپ بزنم روشون 10 بار متغیر تعریف نمیشه. یعنی اگه من این گلوب آیو بیارم بذارم از اینجا بذارم اینجا و این لوپ هم 1,000,000 بار اجرا بشه، 1,000,000 بار NABI تعریف نمیشه. کاملا اسکوپشون اسکوپ تکست برنامه است. مثل مثلا پری پروسسورای سی میمونه، مثل یه چیزی که دیفاین میکنی یا آن دیفاین میکنی، قشنگ تو اون فاصله فقط وجود داره، تو اون خطوط برنامه وجود داره، کاری به فلو برنامه موقع اجرا نداره. اینم هم همینجوری میخوام باشه، هدفم هم همینه اصلا. در واقع اسم متغیرها فقط یه چیزی که موقع اسمبل کردن وجود داره، همونجوری که لیبل ها موقع اسمبل کردن وجود داره فقط. خب پس فقط یادتون باشه که این کارو میخوایم بکنیم. بعدن امیدوارم در آینده خیلی نزدیک، همین جلسه یا جلسه بعد، برگردم و در مورد صحبت کنم. فعلا من میخوام برای اینستراکشنام آپ کد جنریت کنم، ببینم که یعنی آپ کد اساین کنم بهشون، از اینجور کارا بکنم ببینم چی میشه. خب برای اینکه این کارو بکنم احتیاج به الان اصلا تو ذهنم، یه لحظه ذهنم خالی شد، اصلا نمیدونم چی کار میخوام بکنم. من یه فعلا بذار از اینجا شروع کنم. من یه جدولی از اینستراکشنام فعلا میخوام، نمیدونم که واقعا میخوام نه، ولی فعلا یه جدولی از اینستراکشنام میخوام. define yal define opcodes. action. خب این به صورت کلی این شکلیه که action این فعلا کاری. اگه ویدیوهای دیگه منو، ویدیوهای بلک نات رو دیده باشین، اون چند قسمت اولش رو توش یه بار توضیح دادم که این روش متا پروگرامینگ با ماکرو چجوری و چه کار میکنه. حالا اینجا هم خواهید دید، خیلی برداشتش سخت نیست، ولی خب مستقیم توضیحش نمیدم، حوصله ندارم توضیحش بدم. به یکی از قسمت‌های بلک نات مراجعه کنید. نمیدونم کدوم قسمت، توی اون 2, 3, 4, 5 قسمت اول بعد باشه، قسمت 2 یا 3 یا 4 یا 5. خب اکشن مثلا چه اینستراکشنی دارم؟ مثلا اینستراکشن یه نو آپ میخوام دیگه، همیشه اینستراکشن نو آپ میخوام. یه اینستراکشن نو آپ دارم. نو آپ چجوری می‌نویسم؟ نو آپ. بذار اکسپلیسیت چیزش هم بنویسم دیگه، شمارش هم بنویسم، اصلا شوخی نیستین. 0x 2 0 2 0 نو آپ جنریت کنه. بذار 2 0 نو آپ جنریت کنه. بهتر یه هالتی چیزی جنریت کنه. آره. نو آپ جنریت نکنه. ترپ. شما بذارم ترپ. آپ کدش هست ترپ. کوچیک بنویسم یا بزرگ؟ کیس سنسیتیو باشه اسمبلی یا نباشه؟ فکر کنم کیس سنسیتیو باشه باحال تره. بزنم اسمبلی حروف کوچیک قشنگ تره یا حروف بزرگ؟ پوش ام آی 1، پوش ام آی 1، پوش آی ان کوچیک خانه تره. خب یک کاریش میکنم، هر دوشو قبول میکنم.
سلیقه ای کاملا. trap دارم یه سری اطلاعات در مورد اینستراکشن هم فقط اینجا رکورد میکنم، دیتای خام اینستراکشن هم، خیلی توجه نکنید، هنوز نمیدونم چه استفاده میخوام ازش بکنم و کلی هم این احتمالا تغییر خواهد کرد این جدوله. trap بین 0 تا 0 تا عرض کنیم که پارامتر داره. در مورد انکودینگش و اینا حالا فعلا چیزی نمیدونم، برای همین فعلا دیگه کاری بهش ندارم. trap action 0x 0x1 این چه اینستراکشنیه؟ بذار اینا رو زمین کمی ببرم، اینستراکشن ها ممکنه طولشون زیاد بشه. بزنی اینجا بذارم. trap no op no op اینجوری بنویسم بهتره. فعلا چیزایی مثل instruction aliasing و از این چیزا نداریم فعلا. no op میتونم یه پارامتر بگیرم که طولشو نبلش کنم، 0 و 0، اینم هیچ پارامتری نداره. فعلا فرض میکنم که همین دوتا instruction حالیمه و هیچ instruction دیگه ای نمیشناسم فعلا. حالا باید اینوریشن ها و کارهای مربوط به اینا بکنم. برای اینکه اینوریشنش رو تعریف کنم میگم define uial opcode do اینا چی؟ 1, 2, 3, 4, 5 تا پارامتر میگیره. v e s MOM و چی جنریت میکنه؟ چیزی که جنریت میکنه اینه E مساوی است با V ویرگول، درسته؟ اینو جنریت میکنه دیگه. و بعدش هم میگم undef کن YAL opcode do اینا، اینو undef کن. و این وسط من میگم که اینام کلاس OP OPC opcode opcodes opcode opcode حالا مهم نیست خیلی. opcode داخل این چی می نویسم؟ داخل این یه چیز خیلی به درد بخور می نویسم، می نویسم yal define opcodes پرانتز باز yal opcode do اینا. با این کار من اینوریشنم رو تعریف میکنم، برای اون بالا همینجوری اضافه میشه به اینوریشنم. define yal opcode do count بازم همون پارامتر را vesmm و مقدارش هست +1 و اینو undef میکنم undef yal opcode do count و این وسط میگم که int const opcode count مساوی است با 0 yal define opcodes پرانتز باز yal opcode do count و سمیکالن تهش هم میزنم. خیلی خب، الان مثلا تو این مثال اتفاقی که میفته اینه که به ازای هر کدوم از اون انتری ها به ازای هر کدوم، ببینید دقت کنید که من دارم این ماکرو رو، ماکروی yal opcodes do count رو به عنوان اکشن پاس میدم به yal define opcodes، دارم پاس میدم به اون اکشن. پس اتفاقی که میفته اینه که یکی یکی این
خطا این 1 2 3 4 5 این 5 تایی های مرتب پاس داده میشن به while up cause do count. while up cause do count من هیچ کاری با اون 5 تایی نمیکنه، با v و e و s و m کوچیک و m بزرگ هیچ کاری نمیکنه. m کوچیک و m بزرگ مینیمم و ماکسیمم تعداد آرگومان هایی که به این اینستراکشن میشه داد. فکر میکنم مینیمم ماکسیمم لازم ندارم، شاید یه عدد کافی باشه، تعداد آرگومان هاست دیگه، args مثلا یا همچین چیزی، ولی خب حالا. و به ازای اصلا کاری به این v و e نداره. هر وقت که این invoke بشه این opcode do count یه به علاوه یک جنریت میکنه. حالا ببینید اینجا چه اتفاقی میفته، تو ذهنتون میتونید دنبال کنید دیگه. اتفاقی که میفته اینجا تبدیل میشه به صفر، یه به اضافه یک برای این، صفر به اضافه یک به اضافه یک. اتفاقی که میفته اینه، صفر به اضافه یک به اضافه یک میشه دو. پس تعداد opcode من دو تاست. اگه من بیام اینجا یه سومی هم اضافه کنم، مثلا بگم اکشن 0x 02 چی مثلا، اینستراکشن مهمم چیه، jmp چه نوشتم، jmp بزنم، نیستم jump روم زیاده من، جامپ ها یه پارامتر داره و یه پارامتر داره، حداقل و حد اکثر یه پارامتر داره، جامپ تارگت هم دیگه کجا میخوام جامپ کنم. خب احتمالاً من یه کار دیگه باید بکنم، یعنی استرینگ اینستراکشن هم نباید همینجوری بنویسم. حالا فکری واسش میکنم فعلا، چون مثلا جامپ شاید دو تا داشته باشیم، جامپ بدون شرط، یکی برای جامپ های نیر که فاصله مثلا چند بایت بالا چند بایت پایین خودش میخواد بپره، یکی برای جامپ های خیلی دور که مثلا به ممکنه چند مگابایت اونورتر یا چند صد هزار بایت اینور اونور بپره. برای جامپ های نیر من میتونم اون تارگت برانچمو توی یه بایت انکد کنم و بذارم توی اینستراکشن استریمم. برای جامپ های فار میتونم تو مثلا 6 با 8 بایت این کارو بکنم، یعنی باید غالبا تو 8 بایت این کارو بکنم. پس فکر میکنم که مثلا 8086 فکر کنم حداقل 3-4 جور جامپ آن کاندیشنال داره، حداقل 3-4 جور داره، فکر کنم بیشتر داشته باشه، میتونیم چک کنیم، ولی خب خیلی تنبلم من برای اینکه چک کنم. حالا فعلا همین یه جامپ اینجا باشه، فعلا به اپتیمایزیشن اپکودامون و مشین اینستراکشنامون کاری نداریم، هرچند چیز مهمیه، چون وقتی که آب کدا رو تعریف میکنی بعدش دیگه نمیتونی خیلی راحت تغییرش بدی، نمیشه هر روز اینا رو تغییر داد، من یه جایی باید استیبل بشم و فقط اضافه کنم، نمیتونم بعد بکورد کامپتیبل بمونم دیگه، باید کدای پارسالم و امسالم اجرا کنم. پس به هر حال خب الان این که اتفاق افتاد، این آب کد کانت خودش به طور اتوماتیک میشه 3 تا، لازم نیست من تغییرش بدم، اینومریشن آب کدم هم درست داره تعریف میشه. اگه آره ای داشتم که مثلا استرینگا رو میذاشت توی آره استرینگی، یا یه فانکشن داشتم که از رو استرینگا اینومریشنش رو برمیگردون، یا از رو اینومریشن استرینگش رو برمیگردون، اونم فانکشن هم لازم نبود تغییر بدم، اتوماتیک تغییر میکرد که فعلا ندارم اون فانکشن رو، ولی به هر حال. خب الان که من این کار کردم، استیتمنت پروگرام، داخل استیتمنت چی گذاشتم، پارام، اسمشو گذاشتم استیتمنت، چه کار خوب کردم اسمشو نذاشتم اینستراکشن، خیلی خوب، خیلی خوبه کارشو، اینستراکشن آدرسشو اسمشو اینستراکشن نذاشتم. خب اینستراکشن خودش یه، ولی این پروگرامه کار من سخت میکنه، اسمینو نباید پروگرام بذارم، اسمینو چی بذارم، اسمینو میذارم کود، نمیشه گذاشت تکست، تکست اسمشو میذارم تکست، اسمشو میذارم تکست، تکست تکست اسم کلاس هم هست تکست. خب تکست
حالا هر جا که از این استفاده میکنه باید تکست برگردونه، اگه اشتباه نکنم پارسر هم از این استفاده میکنه. پارس آل تکست برمیگردونه و تو مین هم قاعدتا یه دونه از اینا، نه تو مین هم آدمی زدی برخورد کردم به موضوع. چرا سرچ نکردم دنبالش؟ تنبل. البته تنبلی واقعا جواب میده اینجا، تنبلی من نکردم، اگه تنبلی کرده بودم زودتر به نتیجه رسیده بودم. خب اینجا هم تکست برمیگردونم، اسم کلاس هم اگر اینجا ها اصلا وجود داشته باشه تکست لکسر سیستم اینپوت ایرور ریپورتر توکن، نه اینجا نیست طور که به نظر میرسه، ولی خب تست کردنش هم خیلی ساده است. خب پروگرام آن دکلر آیدنتیفایر خط 720 723 و 726 هم یه خبرایی هست. خط 720 آها نکته خوبی تکست رو ریترن کن و بقیش هم که به همون مربوط میشن. خب همچنان 25 تا استیتمنت توش داره و خطا هم نداره. خیلی خوب، من یه کد جنریتوری میخوام که تکست بگیره و پروگرام برگردونه. یعنی کلاس جدیدی باید بنویسم به اسم پروگرام که از یه سری اینستراکشن تشکیل شده باشه، جامپ تیبل داشته باشه، از این جور چیزا. بعداً وقتی فانکشن بهش اضافه کردم فانکشن تیبل داشته باشه و احتمالاً متغیر، بحث الوکیشن متغیر رو هندل کنه یه کمی، یعنی ریلیشنشیپ بین مپینگ بین اسم متغیرها و شمارهشون و ایندکسشون رو هندل کنه. پس یه کد جنریتور اونجوری لازم دارم که تکست رو میگیره و پروگرام برمیگردونه، اگر اشتباه نکنم. پس من برای کد جنریتورم لکسر فایل اینپوت تو استریم یه چیزی رو من میخواستم امتحان کنم اول از همه، همین که این اسپلیت لفت میشه این اتفاق مفته. خب خوبه من یه ذره اینجوری کد بنویسم، حتی کدوم خطاش طولانیه ولی لوکیشن توکن پارام استیتمنت تکست. حالا همراه اینا و موازی اینا من یه سری کلاس دیگه هم میخوام، مثلا حالا فعلا اون بذار چه کلاس هایی میخوام. قطعا یه دونه کلاس اینستراکشن میخوام، پابلیک و پرایوت، و یه کلاس دیگه به اسم پروگرام میخوام. پس این در واقع back-end representation of a program، اون یکی front-end representation of program بود اگر نزدیکی باشه. آره این front-end representation. حالا مثلا اسمم احتمالا بازم از ظرف فنی دقیق نیست ولی باشون باید بسازیم، حداقل دیتایی که این پروگرام توش داره یه استد وکتور اینستراکشن ام اینستراکشنز فعلا اینو داشته باشه کافیه. حالا بعدن باید ببینیم که دیگه چی داریم. خب instruction، تو instruction چی دارم؟ تو instruction یه واقعا opcode دارم opcode و یه سری پارامتر دارم
بذار ببینم اسم این رو گوشتم پارام، حالا این پارام باشه، اسم این یکی رو میذارم argument، اسم این رو میذارم arg مثلا. پس من یه دونه کلاس arg هم میخوام argument. متاسفانه اینا یه ذره موازی همن، ولی خب حالا اینکه تو argument چه خبره کاری ندارم. opcode اوکی، من فکر میکنم که یه استود وکتور آرگیومنت آرگز میخواد. یه چرا برعکس کشتم. خب این فکر میکنم که تمام دیتا هایی که اینستراکشن من لازم داره اگر اشتباه نکنم. بد نیست به این فکر کنیم که آرگومنتمون هم چه شکلی. آرگومنتمون یه اینومریشن تعریف کردیم که آرگومنتمون کجاست چه شکلیه. فکر کنم نزدیکی بود. پارام تایپ نان ور اینت لیترال لیبل، نان ور اینت لیترال لیبل. از همون پارام تایپ میتونم همچنان تو اینم استفاده کنم تو آرگومنت. به نظرم میاد که فعلا ها شاید یه چیز دیگه میخواد، یه چیز دیگه لازم داره، شاید باید بهش فکر کنم کمی که آرگومنت هم دقیقا چیه. ولی یه انوریشنی معادل اینه، مثلا آرگومنت من میتونه تایپش، آرگومنت من تایپش میتونه این باشه که آیا مثلا یه ایمیدیت یه بایتیه، ایمیدیت دو بایتیه، مثلا یه ایمیدیت چهار بایتیه، ایمیدیت هشت بایتیه. مثلا اینا تایپ های آرگومنت ها که واقعا لازم داریم. یا اینکه یه برانچ تارگت، اگه اونجوری همون لیبل مثلا معادل لیبل ممکنه یه برانچ تارگت نیر باشه یا شورت باشه یا فار باشه، اصطلاح های x86 رو که بخوام استفاده کنم که یه بایتی یا دو بایتی یا چهار بایتی مثلا یا هشت بایتی، حتی فاصلش با من چقدره. بعد اگه وریبل باشه دقیقا باز میتونه همین جوری باشه. مثلا فرض کنین که من 256 تا وریبل اولو انکود میکنم. فکر میکنم این راه خوبی باشه. بذار اینجا میتونم الان اینومریشن آره میتونم بنویسم. آره اینجا فقط دیگه این توبه میری از اون توبه میری نیست. وقتی که اینام کلاس آرگ تایپ دو نقطه uint8t، اینو باید توی این توی هدری تعریف شده که باید اون هدره رو اینکلود کنم که الان یادم نیست هدره چیه. هدره استود اینت البته، چرا میدونم چی std int include c std int هدرش اینه. آرکتایپش uint8tیه. خب بذار این اینام کلاس تعریف نکنم، فکر کنم کمک کنه به هم و اینجوری هم بنویسم arg
آرگ قرار شد چی باشه؟ یا ایمیدیت یا آرگ وره یا آرگ تارگت حالا که دارم. خب ولی علاوه بر اینا باید سایز اینم توش انکد کنم دیگه، پس یه سری آرگ سایز 1 خوبه، آرگ سایز 2، آرگ سایز 4، آرگ سایز 8، برای اینکه سیمتری خوبی داشته باشه اینا رو توانایی 2 مساوی است با 3. فرض من با 2 بیت میتونم آرگ سایز رو نشون بدم، درسته؟ فکر میکنم با 2 بیت میشه نشون داد آرگ سایز رو. باشه اینا دوتا حالا بذار ببینم این شاید لازم باشه اینومریشن از هم جدا کنم، خنده داری کمی اینجوری immediate variable target اینا هم خودشون چند بیت براشون بذارم، فعلا که 2 بیت بیشتر لازم ندارن ولی فرض کنم که صفر یه چیز دیگه، صفر نیست هیچ، صفر استفاده نمی کنم. بعد اینا اگه سایز نخواد چی؟ بعد اگه وریبل تایپ میخواد اگه ران تایم بخوایم تایپ چک انجام بدم، اگه نخوام که هیچی مهم نیست. بذار الان مشکلی که من تو فکرم باش درگیرم اینه که اینا رو مقدارشون رو بذارم مثلا 0-1-2 یا 1-2-3 یا اینکه نه مقدارشون رو بذارم وقتی 2 بیت گذاشتم بذارم مقدارشون رو هر چیزی که از عبدال 4 میشه دیگه، مثلا 4-8 الاخر 12 فلا مقدارشون اونجوری بذارم، بیت های انگار 2 بیت شیفتشون دادم به اون طرف. این خیلی مهمه که یه اشتباه بزرگ اینجا کردم، اینم کلاس آب کود 2.uint8t خیلی مهمه. خب اینجا تو اینستراکشن هم پس علاوه بر آب کود یه آرکتایپ باید تو خود آرگومنت نگه دارم، private archetype m type احتمالا هنوز این مسئله برای من حل نشده که اینا رو چی کار باید بکنم. آره پس همین 4 مساوی است با 8 مساوی است با 12. چهار، هشت، دوازده، یک دیگه داشتم میشدم 16 الاخر و یک دیگه ولی جا نمیشه. این یه چیز ایمپلیسیت اینجا دارم که اونم مقدارش صفر. سایز حتما داره، اگه آرگومان وجود داشته باشه حتما سایز داره ولی احتماله، ولی تایپ سالی که دارم بنویسم بنویسم دیگه آرگ نان مساوی صفر. این هم می نویسم نانو اینجور می نویسم چهارفیش خیلی سم نان خیلی فرانسویه این نانی که نوشتم فکر کنم. خب یه ذره بازم شب از اون شبایی که من گیجم، فعلا بذارید این کارو بکنم ببینم که چی از توش در میاد.
خب ولی آرگومان این چیز نیست دیگه، اینجوری نیست. بعد که من یه دونه یو اینت 64 تی هم میذارم ام دیتا که برای اسمه اینکه تایپ چیه این دیتا هم، فقط باید یو اینت 64 یو باید باشه یا اینت باید باشه؟ ها نه اوکی، همه رو یاد باید ری انترپرت کست کنم به این. حالا بیسیکلی کاری که من میخوام بکنم، چیزی که من میخوام بنویسم تقریبا این فانکشن است توی کود جنریتور. کود جن، کود جن لازم نیستش که، لازمه کود جن کلاس باشه؟ اگه کلاس نباشه چی میشه؟ فقط یه فانکشن باشه. میگم پروگرام برگردون و چی بگیر؟ اسمشو میذارم ترنسلیت. چی میگیره؟ یه دونه تکست میگیره. تکست یه تکست میگیره، احتمالا یه کانتکستی چیزی هم اونجوری باید بگیره. خیلی هم اسمه قشنگی میشه، تکست و کانتکست میگیره. ولی چیزی که من میخوام بنویسم اینه، یه تکست بگیر یه پروگرام بده و بعد روی اون پروگراممون، حالا من این وسط نمیم چرا دارم رو ویدیو یو اس بی منیجمنت انجام میدم، ولی به هر حال عذر میخوام ازتون. علاوه بر این ترنسلیت استد وکتور یو اینت 8 تی بجای بایت حالا نمیشتم سریالایز پروگرام رو هم باید بنویسم که پروگرام میگیره کانسترف پی آر جی تی اکس تی اسم اینم میذارم پس و کانسترف میگیرمش چون قاعدتا کاری باش ندارم. سریالایز پروگرام نمیخواد دیگه، مشخصه پروگرام داره میگیره و بعدش هم که اونو توی فایل می نویسم. احتمالا همینجوری. حرف من اینکه این دوتا فانکشن رو بنویسم. برای اینکه دوتا فانکشن رو بنویسم یه کارهای دیگه هنوز باید بکنم، مثلا اینکه یه فانکشن می خوام برای اینکه استرینگ رو تبدیل کنه به آپکود. حالا یه فانکشن دیگه هم ممکنه بخوام آپکود رو بخوام تبدیل کنم به استرینگ، ولی استرینگ به آپکود واجب تره. اینه که قلب تبدیل کردن تکستمون به آپکودمون اینه که من تکستمون پروگراممون اینه که من استرینگ ها رو از مثلا چه میدونم پی یو اس اچ تبدیلش کنم به آپکود پوش مثلا. آره خب برای این که این کار رو بکنم دو تا فانکشن میخوام، یکی اسمش هست opcode برمیگردونه، اسمش هست string to opcode و طبیعتاً یه دونه string constref str میگیره. این لاین هم هست این فانکشن، حالا به هر دلیلی که. و یه فانکشن این لاین دیگه هم داریم، این لاین string برمیگردونه، اسمش هست opcode to string. این فانکشن خیلی فانکشن به درد بخوری نیست برای مثلا
دیس اسمبل کردن یا دامپ کردن یا از این چیزا لازم دارم، برای دیباگینگ لازم دارم، ولی اون استرینگ تو آپ کد اون قلب ترنسلیت ماست. آپ کد اوپی توی بدنه این دوتا من میتونم از این ماکرو دیفاین آپ کد استفاده کنم، ولی بدنش رو اینجا نمی نویسم به خاطر اینکه چند خط میشه و یکم شلوغ میشه. بدنشون رو من کجا باید بنویسم؟ بدنشون رو نزدیک اون کانورت به استرینگ های دیگه باید بنویسم دیگه. کجا بود الان؟ بذار فعلا برگردم سر جام. اینجا باش، این ور میرم مینویسم فانکشن هایی که خب اینو نذاشتم بین اینا، نبایدم بذارم. خب آپکود تو استرینگ، مهمترین کاری که تو این آپکود تو استرینگ باید بکنم اینه که یه آرایه تعریف کنم از این استرینگ تو آپکود، البته از استرینگا و آپکودا کنار هم، که بعد بتونم توشون مقایسه کنم. دقت کنید که من دیتا استراکچر خیلی هوشمندانه ای نمیخوام، برنامه های اسمبلی من احتمالا خیلی طولانی نخواهند شد، نمیخوام خیلی نو اپتیمایز بنویسم، یه جستجوی خطی انجام میدم تو استرینگا، نمیخوام مثلا هش تیبل درست کنم، یه یونیورسال هش خفن، یونیورسال هش بود اصطلاحش، پرفکت هش، یه پرفکت هش خفن بسازم از روی اینستراکشنم، چون کامپایلر این کارو میکنن و منطقی هم هست که براشون این کارو بکنن کامپایلرای جدی، ولی من نمیخوام، من یه جستجوی خطی انجام میدم، خیلی اینفیشنت، ولی خب حدث من اینه که این برنامه های اسمبلی چند هزار خطی و چند ده هزار خطی هم اگه داشته باشم تو کسری از ثانیه اسمبل میشه، به خاطر همین فعلا نگران نیستم. هر وقتم به مشکل بخورم اگه واقعا برنامه های چند هزار خطی و چند میلیون خطی کسی بخواد بنویسه با این زبون اسمبلی من، اپتیمایز کردن این فانکشن کاری ندار. خب پس من قلب این فانکشنه این استرینگ بود، کانست، آره استاتیک استرینگ کانست، استرینگ نظرم بهتره درسته، کر کانست پوینتر همه چیش کانست، فکر کنم کانست آخری اضافیه، strs اسمشو اینجوری نهاد بذارم. آب کدای من چون به ترتیب نیستن پس این شکلیه، static struct str آب کد opc مثلا op اسم متغیرمون چیه؟ چرا؟ با انقدر بده. اسم متغیرمون چیه؟ str to op ده همش همینه، اون یکی هم همینه. پس بذار اینم تعریف کنم، بذار گلوبال بیرون تعریف کنم. آره چیکار کنم؟ یه دیتا استراکچر گلوبال میخوام const str، اسمش چی بود؟ اسم گلوبال همون یه چیزایی گذاشتم، g underline یه چیزی گذاشتم بگه درسته، gc فلان، اینم gc جنس همون است، gc underline str to opcode، مجبورم دیگه توشم باید اینجوری بنویسم قشنگ تر بشه. تعدادش چند تا هست؟ آره هست دیگه، تعدادش هست، عذر میخوام اگه مشخص نیست دارم چه چی کار میکنم، وقتی کدام بنویسم واضح میشه، حدس میزنم هر تیکه کدامو که مینویسم، الان خودم هم یه ذره گیجم ولی خب دارم فعلا مینویسم که جلو برم. opcode count به صدا opcode count مساوی است با از اینا و داخل این که اصل کاریش باشه میگم yal yal define opcodes، آه اینو ندارم، yal
do اول opcodes do mapping do str to op نه خب اینا این چه جوری دیفاینش میکنم دیفاین بدونه با هم فرق دارم پس بذارم جلوش قرارش این کار رو نکنم ها حالا دیفاین این دیفاین کن اینو به یه چیزی حالا بعدا دیفاینش میکنم الان یعنی دیفاینش میکنم فقط آندفش رو بذارم که یادم نره این آندفش پس این رو هم یه خط فاصله بدم هیچ اتفاق بدی نمیفته خیلی تو همن قلبم میگیره وقتی اینقدر تو هم باشن خب پارامترش هم که طبیعتا عین اینه فقط به جای اینکه اینو جنریت کنه چی جنریت میکنه یه کرکتر پوینتر جنریت میکنه که اون اسه باشه و یه آکولات باز دقت کنید این چیزایی که میره داخل این آرایه دیگه یه دونه استرینگ باید جنریت کنه و یه آپکود دیگه درسته آپکودش هم اینجوری باید جنریت کنه که چون انام کلاسه باید بنویسیم آپکود کلن کلن ای فکر کنم ویرگول خب حالا من توی این فانکشن های string to opcode و opcode to string هم از این data structure که اسمش هست gc فلان استفاده میکنم چجوری این کارو میکنم گم for int i مساوی است با صفر i کوچکتر است از opcode count plus plus i if خیلی ساده if str مساوی بود با gc فلان i dot str اگه اینا با هم مساوی بودن return کن انیمیشن هم اینوالید و از این چیزا نذاشتم کار درستی کردم یعنی اینوالید رو باید بذارم به نظرم چون چی برگردونم اگه نباشه حالا سب کن اگه اینجوری بود ریترن کن جی سی فلان آی دات خب چرا اینجوری نوشتم پس فور شماره آیومش که مهم نیست فور اوتو کانسترف ای دو نقطه جی سی فلان اگر این مساوی بود با ای دات استی آر ریترن کن ای دات او پی همین فقط من یه احتیاج دارم اینجا یه چیزی بنویسم opcode اینجوری نمیشه opcode کلون کلون مثلا invalid احتیاج دارم اینجوری بنویسم یه همچین چیز که این رو هم میتونم اینجا اضافه کنم مجبورم اون رو استفاده نکنم دیگه invalid استرینگش هست invalid و همین استرینگش میتونه هیچ چی نباشه خالی باشه استرینگش نه بذار invalid باشه فعلا از اون طرف دیگه دقیقا عکس همین کد و تقریبا عکس همین کد و برای بزنی خالی بذارم یه نال پوتر بذارم چی بذارم اینم استرینگ بهتر بر نگردنه کر کانست پوینتر بر کر کانست پوینتر برگردنه آره اینجا کر const pointer
ولی اون یکی باید استریم بگیره چون میخوام مقایسه انجام بدم، حوصله SDR CMP ندارم. هرچند SDR CMP هم اوکی کاملا. اینجا دیگه باید بنویسم اگر OP مساوی با E.OP ریترن کن E.STR و آخرش هم اگر همه چی خراب شد نال پوتر برگردم. Upcode to string restrict upcode. خب حالا اون دوتا فانکشنی که این بالا نوشتم که گفتم اصل کاری های برنامه من اونا هن، فانکشن های translate و serialize، اینا رو هر کدوم چون واقعا بس خود چون بلاکه، ولی ترنسلیت من خیلی ساده اینجوریه که program read for terms of serve i کوچکتر است از txt.statements.size. این چند بنویسم دیگه اگر این کارو میخوام بکنم. Unsigned چون سایز اون unsigned unsigned اینجوری پلاس پلاس آی یه چیزی توی red dot emplace back یه چیزی اینجا هم پلیس بک کن و آخرش هم ریترن کن رترو، ولی همچین کاری بکنم. ولی اینجا یه محاسبه ای دارم بیگه، درسته؟ یه اینستراکشن میسازم و اون رو پلیس بک میکنم احتماله، یا پوش بک میکنم یا هرچی پوش بکش باید بکنم. بذار اینجوری بهتره. پوش بک اینستراکشن یا استود موو اینستراکشن فرقی نمیکنه، مهم نیست. اینجا هم میگم instruction instr و با این inst یه سری کار انجام بده، بسازه و بعد پوش بکش کن و ریترن کن. serialize هم که حالا یه کارایی باید توش بکنم. std vector uint 8t ret و ریترن کن ret. و اینجا از کاری که اینجا باید بکنم از این جنسه که بگم حالا الان نمیتونم این کار رو بکنم، ولی بگم مثلا instruction dot m instruction اسمش این بود m instruction داشت، خیلی نرف فاصله گذاشتم بینش، opcode داشت. opcode مساوی است با string to opcode چی بود اونجا txt dot statements statements آیا مثلا dot این یه چیز داشت دیگه اسمش بود statement iom dot instruction اگر اشتباه نکنم، یه همچین چیزی. اینو بگیر بکن تو اون، ترجمهش کن بکن تو، error handling داره، پارامتر رو هندل کن، همین کار رو بکن، ولی اصلش کاری که میخوام بکنیم اینه، یه همچین کاری. خب push back is not a member of program. آها طبیعیه. red dot statements.pushback statements is not a member of program statements is not a member of program selection of program. اوه اسمش دیگه پروگرام نیست، اسمش تکسته. چرا؟ خب هنوز فهمیدم.
اسم فانکشنش احتمالا رد دات مثلا اد باید باشه دیگه، درسته؟ دارم توی پروگرامی که هنوز وجود نداره دارم این کارو میکنم. آره خب رد دات اد کن مثلا این فلان اینستراکشن رو، اد 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 همینجوری به تهش اد کن. خب قاعدتا فرقی نمال کرده باشه، کاری نکردم. خیلی خب فعلا برای امشب نمیدونم چقدر شد، یک ساعت خوبه، بذار یک ساعت باشه. فعلا برای امشب بس، کار خیلی خاصی نکردیم ولی من امیدوارم که ساختاری تو ذهنتون شکل گرفته باشه از اینکه چه کار میخوایم بکنیم. اینستراکشن ها رو یک یکی من میخوام بخونم، فعلا هم رو اینستراکشن ها کار میکنم، اینستراکشن ها رو تبدیل میکنم به آپکود، آپکود ها رو میذارم، آپکود ها رو سرویس میکنم میره. بعد مرحله قدم بعدی میرم سراغ پارامترها، پارامترها رو میکارو میکنم. برای پارامترها مثلا پارامترهای ایمیدیت، عددهایی که اون تو گذاشتم خیلی کار ساده ایه. لیبلا یه کمی سخت‌تره، وریبلا با سخت‌تر، بحث الوکیشن و ایناش هست. هر کدومو باید یه سیستمی براش بسازم که اینا رو هندل کنه. همین، کم کم حالا ساختارمون امرج خواهد کرد و شکل خواهد گرفت، ساختار اسمبلیمون. من میتونستم خیلی این رو هردنبیلی بنویسم، نه هردنبیلی نه، ادهاک اصطلاح بهترش، ادهاک هرجوری پیش آمد بنویسم و پر اینستراکشن یه کارایی بکنم، مثلا این ولی رو از اینجا بیارم اونو. ولی خب سیستماتیک خیلی در این زمینه بهتر خواهد بود، چون اینستراکشن هم خیلی تغییر خواهد کرد، چون مطمئن نیستم که چی میخوام و تو ذهنم همه اینستراکشن ها یه همچین ماشینی نیست دیگه. هی به نتیجه میرسم این اینستراکشن هم لازم دارم، یا از این اینستراکشن این فرمتش رو لازم دارم. تا حالا فقط 2 بایتی و 4 بایتی کار میکرده، حالا 1 بایتی و 8 بایتی هم میخوام مثلا. تا حالا با ایمیدیت کار میکرده، حالا برای اینتجر هم، برای وریبل اینتجر هم میخوام. الی آخر الی آخر. برای همین من فکر میکنم که بد نیست که کمی سیستماتیک تر جلو بریم. برنامه‌مون الان 800 خورده خطه و همین الان توش این ور اونور رفتن تو این ادیتور، با توجه که من بلد نیستم فیچرهای سرچ و ایناش زیر دست من نیست، خوب نیست، هنوز ماسل مموری شکل نگرفته برای کار کردن باهاش. یه کمی میبینید که ترورس کردن توی این برنامه یه ذره سخته، شاید توی که از همین قسمت‌های آینده این رو بشکنمش به چند تا فایل سورس کد، ولی خب شاید هم این کارو نکنم، همینجوری باهاش بمونیم تا بمیریم، تا حداقل به یه جایی برسیم برنامه‌مون یه کدی جنریت کنه بعدش. آره فکر می‌کنم که من همین یه برنامه‌رم خواهم نوشت، یعنی ویرچوال ماشینم، اونی که قراره اجرا بکنه سیمولیت کنه ماشینم رو، هم با هم توی همین کد می‌نویسم، تو همین برنامه می‌نویسم، یعنی همین YAL اون کار رو هم می‌کنه. فقط اگر رو سورس کد فراخوانیش کنی بایت کد جنریت می‌کنه، اگر رو بایت کد فراخوانیش کنی اجراش می‌کنه، یه همچین چیزی، یا با پارامتر خط فرمانی میشه اینا رو فورس کرد. تو ذهنم یه همچین چیزی که حالا جلسه آینده می‌رسیم بهش. من فکر می‌کردم که تو چه می‌دونم 3 4 5 ساعت بتونیم یه اسمبلر بنویسیم، ولی فکر میکنم که الان تا حالا فکر کنم 7-8 ساعت شده اگه اشتباه نکنم، آره 7 ساعت شده فکر میکنم، حدود 7 ساعت، و فکر میکنم که همچنان 10-15 ساعت دیگه ادامه داشته باشه. ولی به نظر من که بحث جالبی، حداقل برای دل خودم این کار انجام بدم بد نیست. بار چهارم میشه که تو عمرم دارم این کار انجام میدم، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم چهارم یا پنجم میشه که این کار دارم جدی انجام میدم، یه زبون و کامپایلرش و اینا رو انجام نوشتن. اسمبلر به طرز عجیبی قبلا هیچ وقت ننوشتم اسمبلر، اگه درست خاطرم باشه، یادم نمیاد نوشته باشم، اگه دوران دانشجویی مثلا یه کار کوچیک کرده باشم، ولی یادم نمیاد که اسمبلری قبلا نوشته باشم. برای همین برای اسمبلر این اولین بار. خیلی خوب، شبتون بخیر و به سلامت.